همزمان با تشدید اخراج اجباری هزاران پناهجوی افغانستانی از پاکستان، سازمان‌های امدادرسانی بین المللی از عدم دسترسی این مهاجران اخراج شده به غذا، آب و سرپناه ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته سازمان‌های امدادی، مهاجران پس از ورود به افغانستان به غذا و آب لازم، سرپناهی مناسب و سرویس بهداشتی دسترسی ندارند. مدیر سازمان نجات کودکان هشدار داده که کار کودکان در افغانستان و همچنین مشارکت آنها در قاچاق به دلیل فقر افزایش خواهد یافت، زیرا اکثر خانواده‌های بازگشته فقیرترین بخش مهاجران افغانستان در پاکستانند. در همین حال پناهجویان افغانستان در پاکستان می‌گویند که با اخراج آنان دارایی‌های منقول و غیر منقولشان در این کشور ضبط می‌شود. شماری از مهاجران افغانستان در شهرهای مختلف پاکستان تأکید می‌ورزند که پس از پایان مهلت این کشور، دکانها و کارخانه‌هایشان مسدود شده است. آنان با ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم سرمایه‌های خود تصریح می‌کنند که پلیس پاکستان نباید به بهانه بازجویی دست به غصب و ضبط اموال آنان بزند. بر اساس طرح تازه پاکستان در مورد اخراج مهاجرین غیرقانونی، هر خانواده پناهجوی اخراج شده حق انتقال بیشتر از معادل 200 دلار آمریکایی از پاکستان را ندارند. در حالی که شمار زیادی از مهاجرین افغانستان میگویند آنان طی سالیان اخیر در پاکستان سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نموده بودند و اکنون نگران ضبط و تاراج دارایی‌هایشان هستند. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما بخیر. زنده باشید. موج اخراج مهاجران افغانستانی طی هفته‌های اخیر از پاکستان به چه دلیل هست؟ بفرمایید. این دلایل متعددی داره. اولش ارتباط میگیره با مسائلی که در بعضی مناطق شمالی پاکستان انفجارا و انفجارهایی که اتفاق افتاد. ظاهرا وزارت داخله ایران ادعا میکنه که توی بخشی از این عملیات ها مستقیما افغانها دخالت داشتن و احساس میکنند این مهاجرانی که اینجا هستند ممکن است به ناامنی ها دامن بزنند. و از طرف دیگه این هست که بس کار و فعالیت های اقتصادی توی پاکستان هست و مردم پاکستان رو بکنه اداره بکنند که برخی از مشاغل توسط افغان ها اشغال شده. و بخش دیگر از این به نظر من یه مسئله سیاسی است. این پیشبرد اهدافی است که دولت پاکستان از خیلی سالهای پیش و اینا شروع کرده و اون این است که باید بتونه مردم افغان را توی مناطقی بهتر از آنچه که امروز زندگی میکنن ساکن میکنن تا فردا بتونه از اینا استفاده بکنه. این هم یه مسئله سیاسی است که ممکن است پشت این نهفته باشه و خصوصا که حاکمیت فعلا قدرت حاکم که طالبان هست ارتباطات و روابط بسیار نزدیک با پاکستان دارن. مطمئنا بدون تقاضای دولت معمول حاکم فعلی که طالبان هستن پاکستان رو به تنهایی اجرا نمیکرد و احتمالا به میزان زیادی خود طالبان نقش دارن. آقای دکتر، چه راهکارهایی برای مقابله با این اقدام دولت پاکستان به ویژه ممانعت از انتقال سرمایه‌های افغانستانی به کشور خودشان وجود داره؟ بفرمایید. دولت پاکستان این اخراج رو شامل اهداف اعلام کرده که اونا فاقد مدارک اقامتی معتبر هستند. بنابراین این برمیگرده به مسائل داخلی هر کشور که ممکن است تصمیم بگیره که مهاجر غیرقانونی باشه یا نباشه، که قطعا در همه کشورها و حکومت ها نمیخوان مهاجر غیرقانونی اینجا باشه.
اما به دلیل وضعیت ویژه‌ای که افغانستان داشت و به قدرت رسیدن طالبان و اینکه بسیاری از شهروندان افغانستان به لحاظ امنیتی موقعیت مناسب در افغانستان نداشتند، اونا مجبور بودند که یا به پاکستان یا به ایران مهاجرت بکنند. بنابراین بخش زیادی از این مهاجرها اونایی هستند که در معرض تهدید و خطر قرار دارند و به نظر من سازمان ملل متحد میتونه نقش موثری در این قسمت داشته باشه، به خصوص اینکه پاکستان هم عضو کنوانسیون حقوق پناهندگان هست و پناهنده به همین معناست که جان خودش، جان اعضای خانوادهش در اون کشور مبدأش در خطر باشه و طبیعتاً اون ممکن است که به صورت غیر قابلی وارد کشور دیگری بشه و اخراج دست جمعی بر اساس کنوانسیون و همینطور عرف حقوق بین‌الملل ممنوع است. اما خب دولت پاکستان خیلی پایبند به چارچوب‌ها و ضوابط حقوق بین‌الملل نیست که امروز در اون چارچوب اون رو بازخواست کرد، خصوصا اینکه پشت این اخراج مطالبه گروه طالبان هم حتما هست و این مطالبه گری اونها هست که دولت پاکستان را تشویق میکنه که به این صورت ماجران اخراج بکنه و اینها دولت پاکستان نمیخواد یک رفتار بعد از خودش به این ماجران باقی بکنه. بله جناب دکتر، برامون مختصر بفرمایید که دولت طالبان در شکل گرفتن این مشکلات تا چه حد نقش داره؟ طبیعی است که 80% یا 90% علت مهاجرت مثلا بعد از 15 آگوست 2021 بلکه قبل از آن گروه طالبان هست با ناامنی ها و انفجارهایی که در افغانستان ایجاد کردن، تعداد زیادی از افغانان فرصت زندگی، کار و فعالیت و آرامش برای خانواده خود در افغانستان نمی‌دیدند. بنابراین ناچار بودند که اونا سفر بکنند و به کشور دیگری مهاجرت بکنند که به دلیل نزدیکی پاکستان و اینکه از مرز میتونستن بدون مدارک راحت‌تر عبور بکنن، تعداد زیادی از اونا به پاکستان مهاجرت کردن و بعد از 15 آگوست طالبان به قدرت رسیدن، خود گروه طالبان به عنوان گروه تروریستی که هنوز هم در لیست گروه تروریستی سازمان ملل متحد هست، عامل خطر برای بسیاری از شهروندان افغانستان بودن. بنابراین اونا مجبور بودن که افغانستان را ترک بکنن و به کشور دیگه این اقامت کنند تا جان سلامتی ایشان محفوظ بمانه. بنابراین میشه گفت عامل همین مشکلات چه قبل از رسیدن طالبان با ایجاد انفجار و انفجار و ایجاد ناامنی طالبان بودن و بعد از به قدرت رسیدن هم تهدیدات و خطراتی که از این گروه متوجه مردم بود، اونا ناچار بودن که افغانستان رو ترک بکنن و الان هم به اینا برمیگردن یه خطر جدی برای کسانی است که با دولت جمهوری قدم کار میکردن و میتونه تهدید جدی باشه و طالبان اونا را یا زندانی بکنه یا شکنجه بکنه و بسیاری از اونا ممکن است که به قتل برسن.